قرآن به حکم اون که کتاب ایمان است و ایمان در ماهیت خودش ضد شناخت هست، فرنگی ها این چنین فکر می کنند، میگن به طور کلی ایمان و دین در ماهیت خودش ضد شناخت و ضد شناسایی و معرفت است و ایمان در محیطی که شناخت نباشد بهتر محفوظ میماند و بهتر رشد میکند. این یک فکر نسبتاً مسلمی در میان اونها و ریشه هم یک اندیشه ایست که در تورات هست که مسلمان جزء قسمتهای تحریف شده تورات هم هست. میدونید که در تورات در کفر تکلیم تکریح کرده است که شجره ممنوعه، اون درختی که آدم ممنوع بود که نباید به اون درخت نزدیک بشود و چون نزدیک شد، این نزدیک شدن گناهی بود که سبب شد او را از بهشت بیرون راندند، اون درخت معرفت بود. آدم تا از اون درخت نخورده بود از خود بیخبر و از خود ناآگاه بود. وقتی که اون درخت را خورد چشمه ها باز شد، از بهشت بیرونش کردن به جرم این که شناخت پیدا کرد. اما این به طور مسلم یک فکر ضد اسلامی و یک فکری است که هرگز با تعلیمات قرآن مجید گیر در نمیاد. میدونیم که در قرآن مجید خلقت آدم با علم و معرفت آغاز میشود. خدای تعالی وقتی که در ملائکه میخواهد پاسخ بدهد راجع به خلقت آدم، عظمت و اهمیت و حکمت و سر خلقت آدم را در استعداد آدم برای انبعهم بأسمائهم فلما انبعهم بأسمائهم قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. به هر حال پس این از نظر ما یک امر قطعی و مسلم است که قرآن دعوت به شناخت می کند. شناخت و معرفت شجره ممنوعه نیست، بلکه شجره ایست که بهره‌گیری از میوه این شجره واجب و لازم است. این یک مبحث که به طور خلاصه خواستم در باب شناخت که اگر کسی این سوال رو بکند عرض کرده باشد. بنابراین پس قرآن مجید دعوت به معرفت و دعوت به شناخت کرده است. اصلا علم آدم الاسماء کلها
معناش این است که علم آدم جمیع حقایق عالم را، و به معنی این است که حقایق عالم قابل شناخت هست. حالا از چراهی بعد صحبت میکنیم که مسئله بعد ما. مسئله دوم در اینجا که در مقدمه باز باید گفته بشود این است که حالا کار نداریم که قرآن آیا دعوت به شناخت کرده است یا نکرده است. یک بحث قرآنی اصلا آیا شناخت امکان دارد یا امکان ندارد؟ حتی برای بشر شناخت امکان دارد یا امکان ندارد؟ شاید برای بعضی خیلی عجیب بیاد که این بحث این صورت مطرح بشود که آیا شناخت امکان دارد یا امکان ندارد. اتفاقا یکی از مسائل مهمی که چند هزار سال از عمرش گذشته است، لااقل حدود نزدیک به 3000 سال از عمرش می‌گذرد، همین مسئله است که آیا شناخت و معرفت، چه معرفت خدا، چه معرفت جهان، چه معرفت انسان، امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست؟ به تعبیر دیگر آیا بشر امکان دارد به یقین نائل بشود؟ آیا یقین برای بشر امری میسر یا نه؟ برای بشر جز شک راهی نیست. حتی علوم بشری هم اینجا علمی در واقع یقینی نیست. گروه معتقدم که اساسا امکان شناخت وجود ندارد. صوفیان قدیم چنین عقیده ای داشتن، بعد از دوره صوفیان که مقارن بلکه یه مقدار قبل از دوره سقراط بودن، بعد از دوره سقراط هم باز گروهی پیدا شدن شکاک که ادله و براهین اقامه کردند بر این که شناخت حقیقت و رسیدن به حقیقت امکان پذیر نیست. ولی ادعای دیگر شناخت را، رسیدن به حقیقت را، یقین را اموری تحصیل شدنی، اموری قابل تحصیل دانستن که علمای اسلام، حکمای اسلام از این دستن. شاید باور نتوانید بکنید یا لااقل برای بسیاری باور نکردنی باشد که دنیای امروز با این همه پیشرفت علم و با این همه پیشرفت فن، که میگن دنیای علم است و دنیای روشنایی هست، نه ازاله
از این نظر که به مسئله شناخت، به مسئله حقیقت، به مسئله یقین مربوط می شود، علم از اظهار نظر و اظهار عقیده عاجز است. یعنی از این که به یک شناخت قابل اطمینان بشر بتواند برسد، علوم امروزی اظهار عجز و ناتوانی می کند. راز چیست؟ باید بعد انشاءالله موفق شدیم راز این مطلب را هم بیان کردیم. همین تازگی ها بیه مناسبتی در یکی از نوشته های برتران راسل، فیلسوف معروف زمان ما که در 5 سال پیش مرد، در یک کتابی که به نام جهان‌بینی علمی نوشته است، منتشر کرده است، در اونجا میگوید خیلی عجیب است که علم امروز در 2 جهت مختلف سیر کرده است. از نظر فنی و از نظر عملی این مقدار قاطع است و از نظر نظری این همه مشکوک. از جنبه نظری هیچ چیزی برای علم امروز یقینی نیست. به طوری که لابد خونده اید در نوشته ها، امروز ببینید هر کسی در یک مسئله اظهار جزم و اظهار یقین بکند و بگوید مطلب این طوره است لیس الا، فورا یک داغ باطله دوگماتیستی به قول خودشون، یعنی جزمی بودن، داغ باطله جزمی بودن بهش میزنند. آقا تو یک آدم جزمی هستی، تو به یه مسئله میرسی میگی مسئله همین است و غیر از این نیست. علم این است که جز این نیست را امروز نمیپذیرد. همه چیز مشکوک است. نمیتونه ریش نمیتوند بگوین علم، علم امروز، علم تجربی انسان را به حقیقت نمیرساند. میگوین حقیقت نسبی، اما حرفی که صوفت سایان در قدیم گفتن، حقیقت نسبی در نهایت امر به این میرسد که به حقیقت انسان نمیرسد. علم قادر به این که انسان را به حقیقتی نائل بکند و به تعبیر دیگر مسئله شناخت و معرفت پایه حسابی در علم امروز ندارد. پس مسئله دوم ما این مسئله شد که آیا دباز در مقدمه باید عرض کنیم، آیا شناخت امر ممکنی هست یا نه؟ باز ما درباره معارف، وقتی که معارف قرآن که بحث میکنیم، در مقدمه این مطلب را باید رسیدگی بکنیم که آیا از نظر قرآن چطور، آیا شناخت، یقین، رسیدن به حقیقت و واقع یک امر میسر است، یک امر ممکن است و یا نیست. مطلب دیگری که در مقدمه باید امروز عرض بکنیم این است، ما در این بحث اگر موفق بشویم به حول قوه الهی، نظر قرآن، دید قرآن مجید را درباره موضوعات و مسائل زیادی میخواییم روشن بکنیم. شناخت قرآن را درباره موضوعات زیادی میخواییم روشن بکنیم. یعنی که در قرآن انسان اگر مطالعه بکند و تدبر بکند، بعد واقعا حیرت می کند، مثل یک دریا می موند
که انسان از کنارش که بگذرد چیزی زیادی درش مشاهده نمی کند، ولی وقتی که در اعماق فرو برود هزارها انواع جوهرهای گرانبها درش وجود دارد. این جور است انسان می بیند که در مسائلی که مربوط به معارف بشری باشد شاید به مسئلهی برخورد نکند که در قرآن به شکلی این مسئله مطرح نشده باشد. ما این مسائل را یک یک از دیدگاه قرآن طرح می کنیم، البته از جنبه خاص طرح می کنیم، یعنی از جنبه همون مسئله معارف، یعنی از این جنبه شناختی قرآن، یعنی از نظر ارزیابی قرآن در مورد این چیز. این شد مثلا بعد خواهیم کرد اگر موفق بشدیم قرآن در قرآن، اول بعد خود قرآن است، قرآن در قرآن، خدا در قرآن، انسان در قرآن، اخلاق در قرآن، تاریخ در قرآن، مالکیت در قرآن و اقتصاد در قرآن، دنیا در قرآن، زن در قرآن، برده و بردگی در قرآن و ده ها مسائل دیگر که فهرست اونها را بسیاری از این فهرست اونها را نوشتن بعد ممکن است که براتون عرض. ولی اون چی که ما درست میکنیم مثلا فرض کنید شما که اگر ما بخواهیم مسئله مال در قرآن را ثروت در قرآن را مطرح بکنیم خیلی مسائل هست که از جنبه فقهی باید مطرح بشود و از دیدگاه فقهی باید مطرح بشود. او دیدگاهش خیلی از دیدگاه معارفی، از دیدگاه معارفی این است که ما ببینیم دید قرآن در باره مال و ثروت چگونه دیدی هست. قرآن زن را مثلا یک مسائلی که عرض کردیم یا ثروت را مثلا قرآن چگونه می شناسد. حالا یه وقت انسان بحث می کند که در قرآن چه احکامی زن دارد و چه احکامی مرد دارد. این چه مسئله شده. ولی یه وقت انسان می خواهد بشناسد که قرآن چه دیدی در مورد زن مثلا دارد، چه دیدی در مورد مال و ثروت و مالکیت دارد، چه دیدی در مورد دنیا و زندگی دنیا دارد، چه دیدی در باب امامت رهبری دارد و اخلاق دارد، چه دیدی در باب تاریخ دارد، چه دیدی در باب چی دارد، چه دیدی در باب چی دارد. البته کوشش میکنم به ترتیب الاهم فالاهم، مقصودمون این است نه اهم موضوعان، که از اهم موضوعان بگیریم قهر مسئله خدا در قرآن اهم موضوعان است. مقصودم از اهم فالاهم یعنی ببینیم که خود موضوع واجب تر و لازم تر است، ممکن است اون موضوعات را جلوی بیاندازیم، پیش بیاندازیم و موضوعات دیگر را مؤخر قرار بدیم. این دیگه بستگی داره که حالا بعد چگونه روی اینها تصمیم بگیریم. در میان موضوعات قبل از همه موضوعات دیگری که الان اسم بردم یک موضوع باید مطرح بشود
و اون خود شناخت در قرآن است. قبل از اون که ما قرآن در قرآن مطرح بکنیم حتی و قبل از اون که پیغمبر رو در قرآن مطرح بکنیم، نبوت رو در قرآن مطرح بکنیم، وحی الهام رو مطرح بکنیم، خدا رو در قرآن مطرح بکنیم، قبل از همه اینها خود شناخت، خود همین مسئله معرفت و شناخت را خود این را اساسا تعریف بکنیم. یعنی که ببینیم اساسا قرآن در باره حالا قرآن شناخت رازه به اشیاء داره یه مثلا شناخت در باره خود شناخت داره یا نداره مسئله دیگری. خود شناخت در قرآن اولین مسئله است و مهمترین مسئله است که باید مطرح بشود. به عبارت دیگر، آیا قرآن در باب شناخت یک شناخت مخصوص به ما میدهد؟ یا شناخت مخصوص نمیدهد؟ این مطلب رو باید اول عرض بکنم که اگر در عالم مکتبی وجود داشته باشد که این مکتب جامع باشد و به اصطلاح یک دستگاه باشد، یک دستگاه اندیشه باشد، به اصطلاح امروز یک ایدئولوژی باشد، اگر یک مکتب به صورت یک دستگاه باشد، اخلاق داشته باشد، تعلیم و تربیت داشته باشد، قضاء داشته باشد، قوانین جزایی داشته باشد، قوانین مدنی داشته باشد، سیاست داشته باشد، اقتصاد داشته باشد، همه چیز داشته باشد، ولی شناخت نداشته باشد. یعنی در شناخت مکتب نداشته باشه، حتما این مکتب نداشته. اگر نداشته باشه لازم است مکتبهای دیگری که اینها شناخت دارن، هر مکتبی یک نوع شناخت دارد، ناچار پیروان این مکتب باید برن درس شناختشون را از مکتبهای دیگر باید برن بگیرن. هر مکتبی هر شناختی که به پیروان خودش میدهد در راهی یه اینک میدهد به چشم پیروان خودش، میگه با این اینک ببین عالم را. منتها بعضی اینک ها و بعضی کسانی که اینک میدهند، مکتب هایی که دنبال حقیقت هند، اینک های واضع بینانه میدهند. یعنی اینکی میدهند که انسان واضعیت را بهتر ببیند، مثل این که اینکی میدهد ذره‌بین به چشم بی اینک اون ذرات را نمیتواند ببیند، عینک دوری دهد که ذرات کوچک را هم ببیند، یا عینک دوربین میدهد که چشمش بدون عینک دورها را نمیتواند ببیند و این عینک دوربین دورها را میبیند. مکتبی که بیغرض باشد، مکتبی که هدفش حقیقت باشد، عینکی میدهد که اون عینک از نظر او بهتر واقع بین باشد، ریزه های واقع را بهتر ببیند و دوره های واقع را هم بهتر ببیند. ولی بسیاری از مکتبها هست که مکتبهای مصلحتی هستند، مکتبهای وابسته
یک سیاست ها و ناتر اصل اساس یه روشی که در دنیا تبلیغ می کنند، شناخت را، عینت را مصلحتی می دن، یعنی اونجوری می دن که اون که اون می خواد مطابق میل او ببیند، به عینت یک رنگی می دهد، یک لونی می دهد، یک وضعی می دهد، یک شیء را اون که من که دل اون می خواد ببیند. خب عینت ها اولا می دونید که اگر به عینت هر رنگی بدهند، انسان از فکر عینت اشیاء را به اون رنگ می بیند. اگر انسان عینک قرمز به چشمش باشد، به چشم بزند دنیا را قرمز خیالی میبیند. اگر عینک سبز به چشمش بزند دنیا را سبز میبیند، آبی بزند آبی میبیند، سیاه بزند سیاه میبیند. و اگر عینکها را یه شکل تقریبا یه خود استوالایی اگر درست بکنند، شما میبینید به این که عرض اشیاء را مثلا کوچک میدوند، طول اینها را بزرگ میدوند. مثل توی سماور وقتی انسان صورت خودش را نگاه میکند، میبیند بینی چقدر دراز در مقابل صورت چقدر باری. هر دندان که بیند از دندان شیر درازتر. عینک را همه جور میترسد، ممکن عینک زشت را جوری بسازن که زشتی را زیبا ببینن، زیبایی را زشت ببینن. مکتبایی که بر اساس مصلحت ها به وجود آمده است و ابزار سیاست های بین المللی هستند، شناختهایی که اینها میدن، عینکهایی که اینها به افراد میدهن، عینکهای اینجوری است. ولی در این که به هر حال چون شناخت عامیانه و شناخت سطحی کافی نیست، شناخت با چشم غیر مسلح کافی نیست، نیاز به ابزاری هست برای دقیق تر دیدن و برای بیشتر دیدن و برای بهتر دیدن. این است که یک مکتب نمیتواند از نظر شناخت نظر نداشته باشد. قرآن نمیتواند یک مکتب باشد و در باره خود شناخت، ابزارهای شناخت، منابع شناخت، کیفیت شناخت نیست نظری نداده باشم. معنی که من یه مکتبی هستم، همه چیز رو دارم، اما از نظر این که عالم را با چه علمتی باید دید، دید مثلا از مکتب نمیدونم ماکسیس میدید این چه عینک به چشم شما میزند، عینک از این برید بیدید، عینک از این بیدید، او دنیای خودش رو نشون میدهد، او دنیا را مطابق میل خودش به ما نشون میدهد، نه دنیایی که اسلام معرفی میکند او را به ما نشون نمیدهد، یا یه مکتب دیگر، یا یه مکتب دیگر، یا یه مکتب دیگر، نه. پس اولین مسئله این است که ببینیم شما در خود بوده به عالم شناخت هست که بس دید حکمت که معلومه مسلم مسئولیست جو جندم امثال این ها نیست، بالاخره هر چه باشد یه امریست مربوط به عالم شما. یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمت فقط اون که خیر این کثیر ها. این معنیش اینه هر کسی که شناخت صحیح واقعی پیدا بکند دیگه خیر بسیار به اون داده شده است. قرآنی که تمام دنیا را متاع دنیا قلیل می دارد، حکمت را و شناخت را برای انسان خیر کثیر می نامد. حکمت یکی خیر شد یک لغت شناختی است در قرآن. خب این را می دانیم که خیره
در اصطلاح امروز عبارت است از یک علم خاص، همونی که ما تعریف میکنیم علم و احوال به اعمال مکلفین از جنبه تعلق تکلیف نیست، علم معروف. ولی همه علما و محدثین این رو قبول دارن که فقه در اصطلاح قرآن و در اصطلاح حدیث یک معنی اعم میدارد. موارد استعمال در خود قرآن هم که روشن است دیگه، ما لها لا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اولم یسیرو فی الارض یسیرو یعقلون فی سیده یا امی شرعن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. فقه چیست؟ فقه هم یک لغت شناسی، بعد از روی کتابای لغت میدونیم که چه لغت پرمعنا و عمیقی هم هست. فقه برخلاف اونچه که در معالم میگوید که الفقه و الفهم، نه، فقه از فهم یه درجه بالاتر هست. فقه فهم عمیق هست، هر فهمی فقه نیست، هر فقهی فهم هست، ولی هر فهمی فقه نیست. لغت دیگر در قرآن، لغت شناختی، لغت فکر است. بعد آقایان باید بگردن کنجا در قرآن کلمه فکر، این ماده فکر به صورت یتفکرون فتفکرون اولا یتفکرون و امثال اینها در قرآن تکرار شده. تفکر یک لغت شناختی مربوط به عالم شناخت و معرفت است. تدبر از ماده دبرن هست، یک لغت شناختی نظیر شعر، یک معنی عمیقی دارد. یعنی فهمیدن یک چیز به خودی خود این تدبر نیست. اگر یک چیزی را ما بشناسیم و بعد بتوانیم بفهمیم که این چیز اگر مثلا دنبال این چه چیز دیگری خواهد بود و دنبال این چه چیز دیگر خواهد بود و دنبال این چه چیز دیگر خواهد بود، دولا و سلا و سالا و پنجلا یکی درست میشناسی، اون وقت این اسمش میشه تدبر. خود تدبر یک کلمه شناسی در قرآن. کلمه تدین باز یک کلمه شناختی در قرآن. کلمه تذکر باز یک کلمه شناختی، منطقه نوع خاصی از شناخت که بعد در باب انواع شناخت که بحث میکنیم، شناخت افلاطونیه که بحث میکنیم که او علم را مطلقا تذکر میداند. با توجه به این که قرآن این همه روی تذکر تکیه کرده است، این را بحث میکنیم که از نظر قرآن تذکر یعنی که چجور شناختی را قرآن تذکر مینامد. حتی کلمه رؤیت در قرآن این ماده به صورت علم یرو، علم تره، علم ترو خیلی آمده است. میدونی که یک معنای اصلی و شاید معنای شایع رؤیت دیدن است، ولی در سیوتی این هم که میگن دیگه رئیسو، یکی از معنی رئیسو اعتقد تو، علم تو. در خود قرآن از آیات درباره اموری این مسئله علم یرو و امثال این یا علم تره و امثال این ها در مواردی این کلمه به کار رفته است که محسوس نیست. معلوم می شود که خود لغت رؤیت در قرآن مجید در جاهایی به کار برده می شود که در اون جاها نه به معنای دیدن و احساس است، صرف احساس اگر بود می شود همه ابصار، نه، بالاتر از حد ابصار است، به معنی همون شناختن
و مفهوم شناختن در اینجا وجود دارد. اینها یک سلسله لغات است که در معنی این لغات باید تحقیق بکنیم. الان ما در باب شناخت سه کار در پیش داریم. حالا ممکنه بعد اگر کار بیشتری باز به نظر من رسید عرض بکنیم، الان یادم نیست. تحقیق در لغات قرآن در باب شناخت، یک. دو، مکتب شناختی قرآن با مقایسه به سایر مکتبهایی که در باب شناخت وجود دارد. یعنی اساسا ببینید این مکاتبی که در دنیا در باب شناخت هست چه مکاتبی هست، چند طور مکتب هست. چون اینها را تجزیه نکنیم، ارزش و اهمیت شناخت قرآن برای ما روشن نمی شود. مکاتبی که در دنیای قدیم و جدید در باب شناخت هست، این مکاتب را باید طرح بکنیم. بعد تبی بیدیم که قرآن، مکتب قرآن در باب شناخت، قرآن چه نوع شناختی را معتبر می داند و ارزش این شناختی که قرآن می دهد چه ارزشی. سوم هم معرفی ابزارهای شناخت از یک جهت و منابع شناخت از جنبه دیگر از نظر قرآن. آیات قرآن را یک یک در این زمینه باید طرح بکنیم و عنوان بکنیم، ببینیم قرآن چه منابعی را برای شناخت معتبر می‌داند و چه ابزاری برای شناخت قائل است. خب امروز که روز اول این جلسه ما هست، فعلا به همین مقدار قناعت میکنیم. فقط یک تذکر کوچک باید به برادرها بدم و عرض کنم. مهم این که این کار یک کار پردامنه و پرزحمتی هست. یه مطلبی راجع به این کار میخوام عرض کنم و یه مطلبی راجع به کارهای خودمون به طور کلی میخوام عرض کنم. و اما این که مربوط به این کار است، یعنی این است که اگر این همه موضوعات که شاید سر به صد موضوع یا بیش از صد موضوع بزند، اگر بخواهیم ما شناخت قرآن و دید قرآن را درباره این موضوعات به دست بیاوریم، شاید به عدد این موضوعات لازم باشد ما قرآن را مطالعه بکنیم. یعنی هر موضوعی را که بخواهیم یک بار باید قرآن را از اول تا به آخر مطالعه بکنیم. به این کار یک فرد و دو فرد نیست، این باید یک نوعی همکاری وجود داشته باشد که دوستان و رفقا هر کدام به اندازه‌ای که در وسعشون هست و در امکانشون هست همکاری داشته باشند. این یک. دیگر این که اون که به طور کلی خواستم عرض بکنم این است، در کنار ما طلبه ها یک سلسله مزایا دارد نسبت به سبک، یعنی مقصودم سبک درس خوندن ما، سبک درس خوندن ما طلبه ها یک سلسله مزایا دارد نسبت به درس خوندن ها و سبک درس خوندن های جدید و یک سلسله نواقص و نقایص دارد. حالا من نمیخوام این موضوع را به طور مفصل بحث کرده باشم، در بعضی از مقالات خودم در گذشته بحث کردم. یکی از این نواقص مخصوصا در درس‌های عمومی این است که شکل منبر به خودش میگیرد، یعنی حالت رابطه یک طرفه را دارد.
که فقط یک نفر مثل که در منبر اینجوره دیگه، یه نفر میرود حرف میزند دیگران گوش میکنند، یه نفر متکلم است علال اطلاق، باقی دیگه هم مستمع هستن علال اطلاق. تجربه های روانشناسی نشون داده است که هر وقت رابطه متکلم و مستمع رابطه یک طرفه باشد، اثر بسیار بسیار کم است، نزدیک به صفر. برعکس اونجا که رابطه به طور متقابل برقرار بشود، یعنی اگر فرض کنید یک استادی، یک معلمی، یک واعظی میخواد صحبت بکند، مستمع خودش را هم شاگرد خودش را هم به کار وادار بکند و نوعی همکاری میان اونها برقرار باشد، ارتباط متقابل باشد. ولی هزا میدونید دیگه در دنیای امروز کلاس از 340 تا بیشتر معنی ندارد و در درس‌های بالا کلاس از 5 نفر 6 نفر بیشتر دیگه معنی ندارد. خب این دیگه همساری نیست، شکل منبر میشه. منبری ها همیشه شکایت دارن که چرا مردم های منبر که میشینن چیزی یاد نمیگیرن. یه آقای یه باعث محترم این نهار میکرد که یه وقتی من توی مجلسی برای یک کسی داستان شهادت امیر المومنین را، تاریخ شهادتش را که از کجا شروع شد و مسئله جنگ خوارج و بعد توانی اون سه نفر در کعبه و توانی به چشکل و یکی به شام رفتن و یکی به مصر رفتن و یکی به کوفه آمدن و بعد اون که در شام رفت چی شد، اون که در کوفه و یکی که تو مجلس نقل کردن. خب من به عمرم این رو نشنیدم. گفت من بهش گفتم صد باز کنید به این که پای منبر بودی، بنا در پای منبر این است آدم هر چی که میشنود از این گوشش که میاد از این گوشش بره بیرون، چون تو مجلس را از من به طور بلاتری میشنده خیال بکنه به عمرت نسیدی قد در این گوشه میدی. مرحوم از آرده همدانی واعظ خیلی معروف گفته بود به این که مجلس های منبر ما به تعبیر اسپانیا میگفته حکم سماق پایین رو داره، یعنی شافی سلو شافی که تو آب میداری پره هم تا میاری بیرون خالی. اینا همین است، هر وقت رابطه یک طرفی باشد همین جور است. البته مسئله اشکال کردن در پای در که در میار ما معمول بوده خیلی مزیت عالی. مسئله مقررها که احیانا بعضی مقرر درست برای بعضی میشوند عالی، احیانا اگر بعضی اساتید جزبه های شاگرد ها رو میبینن عالی. ما در اینجا خب این که بخواییم این بحث خودمون رو محدود بکنیم به 10-15 نفر که عملی نیست، یه ترکیبی البته من برای خودم فکر کردم که بعد عرض خواهم کرد، یه ترکیبی به نظر گرفتم که به حسب اون ترکیب آقایان شرکت بفرمایند که مجال و فرصت و استعداد همکاری و کار کردن در این موضوع را داشته باشند. حالا اگر هم موفق نشدیم در این دو سه درسی که در این انسان قبل تأثیری هست این برنامه را اجرا بکنیم، طرح سریخته ایم و انشاءالله از سال آینده اگر شروع کردیم با اون شکل کار خواهیم کرد. بنابراین آقایان از حالا باید تکرار شده بکنن، هر کسی که آمادگی کار کردن دارد واقعا، حالا به چه ترکیبی با اینکه یک نفر نمیرسد چه ترکیبی را فکر کردیم، اگر هر کسی آمادگی کار کردن دارد واقعا و هم آمادگی همکاری دارد واقعا در این کار سنگیم فرصت بکنم و اگر آمادگی ندارم دیگه فرصت نکردم. الله الرحمن الرحيم. برای اینکه
اهمیت این مسئله‌ای که ما به نام شناخت و یا به نام معرفت عنوان کردیم و می‌خواهیم نظر قرآن کریم را درباره این مسئله که مسئله معرفت و مسئله شناخت است روشن بکنیم، ناچاریم که در مقدمه بحث یک توضیحات بیشتری بدهیم تا درست ماهیت خود این مسئله روشن بشود. یکی از مسائل مهمی که همیشه فکر اندیشمندان بشر را به خود متوجه کرده است خود مسئله شناختن است، مسئله معرفت است. یعنی انسان کوشش کرده است که خودش را، جهان را، خدای جهان را بشناسد. قهرن در درجه اول این مسئله برای انسان جالب توجه است که خودشناختن چی؟ شناختن چی؟ آیا امکان شناختن، امکان معرفت وجود دارد یا اساساً امکانش هم وجود ندارد؟ اگر امکانش وجود دارد منشأ شناختن چی؟ راه شناختن چی؟ انسان از چه راهی اگر وارد بشود میتواند به شناختن نائل بشود؟ به عبارت دیگر به یقین. یقین به اصطلاحی که منطقیین ما میگویند یعنی علم جزمی مطابق با واقع. ادراک جزمی که شکی در اون راه نداشته باشد و با واقع هم مطابق باشد که در اصطلاح علمای ما به تبع اصطلاح قرآن اون را یقین می نامند. یقین یا مسائلی از قبیل این که چند نوع شناسایی ما داریم، یک نوع شناسایی داریم یا بیش از یک نوع داریم. روش و متدی که با اون روش و متد باید انسان به شناسایی صحیح نائل می شود چه روشی؟ از چه راهی انسان اگر وارد بشود به شناسایی واقعی نائل می شود و از چه راهی اگر انسان وارد بشود به شناسایی واقعی نائل نمی شود؟ البته مسائل مربوطه به شناسایی زیاد است. ما مسائل عمده مربوط به شناسایی را عنوان می کنیم. همین قدر این نکته را
میخوام یادآوری بکنم که هرچه بر عمر تفکر بشر، بر عمر اندیشه بشر، بر عمر فلسفه گذشته است، بیشتر به اهمیت مبحث معرفت، مبحث شناسایی پی بردند، به طوری که کم کم علم شناسی یا شناسایی شناسی یا معرفت شناسی در حد صورتی در آمده است که فلسفه را به خود اختصاص داده است. اصطلاحا میگن اپیستمولوژی. یه عده ادعا کردن که در سابق فلسفه عبارت بود از علم وجود شناسی. کم کم این علم وجود شناسی تبدیل شد به علم شناسی، یعنی اینقدر مسائل مربوط به معرفت اهمیت پیدا کرد و ضروری شناخته شد که فلاسفه بزرگی تمام هم خودشون را در تمام عمرشون به جای اون که به جهان شناسی بپردازند و به اصلی شناسی بپردازند به شناسی پردازند. اینقدر این مسئله اهمیت دارد. حالا در میان این مسائل بعضی مسائل است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. ما این مسائل را عنوان میکنیم تا بعد ببینیم که قرآن مجید درباره این مسئله ای که این همه اهمیت پیدا کرده است در جهان دانش، یعنی در باب معرفت و شناخت و شناسایی، در باب امکان شناسایی، در باب حدود شناسایی، در باب منشأ شناسایی، در باب مطلق بودن یا نسبی بودن شناسایی، در باب منابع شناسایی، ابزارهای شناسایی، آیا قرآن در این زمینه ها بحثی کرده است؟ و در خلال این جور بحث ها که انسان به این حقیقت پی می‌برد که قرآن مجید هر اندازه که علم بشر پیش می رود و انسان با دید جدیدی به قرآن نگاه می کند، یک دنیای جدیدی در این کتاب آسمانی بروی انسان باز می شود. ما اول نظریات را در مورد شناسایی برای تنعرض بکنیم. نظریات کلی که در مورد شناسایی هست، در مورد امکان شناسایی و عدم امکان اون عرض بکنیم. گروهی مدعی شدند که شناسایی معنی ندارد، به هیچ شکلی امکان شناسایی نیست، به هیچ شکلی نیست. اینها دو دسته‌اند، یک دسته که در حد افراطند مدعی هستند که شناسایی فرع بر این است که چیزی در عالم وجود داشته باشد که شناسایی به او میخواهد تعلق پیدا کند. و اساساً در ماورای ذهن انسان چیزی وجود ندارد
حتی قابل شناسایی باشد یا نباشد. ساده به انتفاع موضوع سوحتایی ها طبعا این چنین نظر می دهند، از نظر سوحتایی امکان شناسایی نیست، برای این که اون موضوع شناسایی که عالم خارج باشد موضوع را انکار دارد. اینها که از دست خارج هم. گروه دوم از گروه هایی که منکر شناسایی هستن، منکر عالم خارج و عالم بیرون نیستند. میگن نه، در این که در ماورای ذهن انسان عالمی وجود دارد در او بحثی نیست، ولی در این که برای انسان امکان شناختن عالم، شناختن هر چیز، شناختن خودش، شناختن عالم، شناختن خدا، این که برای انسان امکان شناختن چیزی باشد، این در این کاری کرده. اینها رو میگوین شکاکان و سیستیست ها، که اتفاقا از دوره قدیم یونان سابقه دارند و یکی از قوی ترین مکتبه ها و قوی ترین استدلال ها را شکاکه ها دارند. در مورد اینه که اصلا امکان شناخت در عالم برای انسان وجود ندارد. انسان نه از راه حس و نه از راه عقل و نه از راه دیگر نمیتواند چیزی را بشناسد. استدلال این یک فیلسوفی هست به نام پیرون هم بیدون تلفظ می کنن. جنگ قدیم اقامه کرده بر این که شناخت واقعی برای انسان امکان ندارد. مسئله خطاهای حس را و مسئله خطاهای عقل را، این دو منبع بزرگ شناسایی را مطرح میکنه. میگه که حس خطا میکنه، امکان خطا برای حس اقسام خطاها را ذکر میکند که احدی نمیتواند انکار بکند. باطلا خطا میکند، سامع خطا میکند، لامسه خطا میکند، شامع خطا میکند، ذائقه خطا میکند. عقل را که راه استدلال باشد خطایش بیشتر از خطای حس است.